ساعت 17:24 همین روز، گفتگوی درونی با خودم مسیر خودش را می پیمود و می نویسم که برای وقوع پروسس روند فرایند فردیت بایستی مطلق شد، یعنی بی‌هویت، فاقد تعیین، نیست شد، به همان معنای نیستی و عدم که ذات پروردگار است. و با این کلمات مولانا در مثنوی بیانش می کند. فقط در این صورت است که سپس می توان متشخص شد، تعیین یافت، با عبور از ذات، ذات ممکن و ذات واجب الوجود در نقطه تقاطع پدید می آورند و در تماس با یکدیگر. آیا این همان رأس مثلث نیست که از خط برخواسته است و قاعده مثلث دیگری را پدید می آورد به صورت معکوس؟ نمودار در کتاب واقع انگاری رنگ ها و علم میزان نوشته هانری کوربن. آیا خلع بدن این پروسس نیست؟ عدم شدن به معنای خصوصیت ذات پروردگار را دارا شدن یا از آن عبور کردن نیست؟ وقتی آمدم این گذر را بنویسم، فنا برایم اینطور تعریف می شود: توسط خودم، توسط خودی که به من تعلق دارد، مرا می سازد و من او را می سازم. خواستم این گذر را در فایلی مستقل ذخیره کنم و ناگهان دریافتم آنچه به زبان فرانسه نوشتم در مورد مدیاسیون همین است و این همان ذات پروردگار مدیاسیون است برای تفرد یافتن، یعنی برای دارا شدن بود روحانی خود، قطب روحانی خود، پیامبر شخصی خود. سفری که سفر حی ابن یغزان است، آیا چیزی جز این سفر است؟ حی ابن یغزان سفیر است و هنوز نمی داند. در آخر خواهد دانست خودش در سفر سفیر بوده است، فرستاده. هو معکم اینما کنتم. تمثیل حی ابن یغزان در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی نوشته هانری کوربن. بقایت و شرح تمثیل که از همون کتاب است را در زیر می آورم. قایت تمثیل و شرح آن حقانیت تعویل است که تجربه برتر عرفان نبوی با ایجاد قطبندی ظاهر خط تیره باطن آن را تثبیت می کند. چند نقطه: نه تنها وحی الهی بلکه همچنین همه شهودهای رمزی این گونه با انگیزه اصلیشان پدیدار می شود. در مورد انگیزه این شهودها باید گفت که به اختصار یک نظریه سینایی به تعبیر بهتر باید مداخله نفوس آسمانی یا ملکی را که از نیروی تخیل مقدس مستقل از محسوسات برخوردارن انتظار داشته باشد. صفحه 330 کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی. همین روز و ساعت 21:45. آیا مرکز نامش توجه نیست؟ در ادامه خطوطی که از صفحات کتاب جدیدی که خریداری کردم این هفته و به نوشته یونگ در مورد خود در رابطه با مرکز نوشته شده بود و در صفحه بعدی آن 242 نزد قوم‌های مختلف نام این مرکز و معنایش بیان شده است و از جمله در مورد این مرکز درونی از بومیان نسکافی عنوان شده است و کاملا موافقم در مورد خصوصیت این مرکز که آنها آن را انسان بزرگ می‌نامند و سخاوتمند است. وقتی فرد به خوابهای خود توجه میکند، انسان بزرگ سخاوتمندانه خوابهای بیشتر و روشنتری میفرستد. باقی مطلب و از ابتدای آن صفحه را خواهم آورد و در زیر و خواستم کلمه یا نامی که به این مرکز میدهم توجه را عنوان کنم. توجه در گیومه. فردا خواهم آورد محتوای صفحه 242 آن کتاب را، انسان و سمبولهایش، نوشته یونگ. جمعه هستیم و ساعت 8:43 صبح است. کائنات هوشیار هستند. جمله عطاری که همسن خودم بود و مولانا در مثنوی مولانا از هوشمندی جان بیان دارد. از جمار تا انسان همه موجودات هوشمند هستند. در کتاب قبلی هم ابیاتی از این بخش از مثنوی معنوی دفتر سوم آوردم. بایستی آن صفحه 242 از آن کتاب یونگ را بیاورم در این متن و انجام خواهد شد قبل از اینکه بسیار فراتر رود نوشتن این متن. فقط می‌خواهم بنویسم
بایستی بتونی بدون اون زندگی کنی وقتی نبود. جمله استاد است. استاد بزرگ اینطور استاد را می نویدم در حضورش، استاد عباس ماهری در پاریس، در مورد رابطه زوجی آن پاسخ را داد استاد به من. استاد این چنین است، یک جمله می گوید و با صفایی که وجودش مملو است گوش می دهد به هر آنچه می گویی. پس در رابطه اجتماعی از هر نوعی باشد بایستی توانایی خط تیره شعور فرد آنی باشد که استاد در پیامش بیان داشت. توانایی من قدرتمند است و هرچه بیشتر قدرت می‌یابد به رحمت پروردگار. قدرتمند شدن در این باب یعنی در محافظت از خود و جامعه خود هوشیار شدن هرچه بیشتر. حال محتوای آن صفحه از کتاب یونگ را انتقال می‌دهم با نوشتنش در زیر. و ساعت 16 شد. در طی قرون بشر به وجود این مرکز از طریق مکاشفه آگاه شده بود. یونانیان آن را دایمون یا نگاهبان روح درونی انسان می نامیدند. مصریان آن را با یا بخشی از روح فرد می انگاشتند که به شکل پرنده با سر انسانی بود. رومی ها آن را به مصابه ژنی یا همزاد انسان تکریم می کردن و در جوامع بدوی تر آن را روح محافظ حلول کرده در حیوانات یا بت می دانستن. این مرکز درونی نزد بومیان که هنوز در جنگل های لابرادور زندگی می کنند به شکلی کاملا ناب بروز می کند. این بومیان که از راه شکار روزگار می گذرانند در گروه های بسیار دور از یکدیگر زندگی می کنند و هیچ گونه آداب و باور و مراسم رسمی مذهبی جمعی ندارم. بنابراین هر فرد ناسکاپی ناگریز است، تنها به صداهای درونی و الهامهای ناخودآگاه خود بسنده کند. او آموزگاری ندارد که به آن متکی باشد. او هیچ مراسم مذهبی، جشن یا آداب و رسومی ندارد که به آن متکی باشد. ختم گذر. قبل از ادامه دادن به آوردن باقی متن آن صفحه می نویسم که تجربه نفسانی من دقیقا این خصوصیات و شرایط را داشت برای من که آن مرکز درونی نزد آن بومیان. به سفیر گوش کنید. در مورد زمینه وقوع آن تجربه در رابطه با زندگی روزمره‌ام در ایران و در رابطه با سوال من که موضوع دکترای من بود، با زبان آن صفحه از کتاب یونگ، این مرکز درونی در منحصر به فرد بودنش و بودنش و ساختنش از طریق فرد و دسترسی فرد بدان سوال من بود و من به پاسخ رسیده بودم در متن دکترایم و نمی دانستم به چه رسیدم. وقوع تجربه نفسانی من بیان داشت که به آنچه در دکترا به دنبالش بودم در کمالش توسط تجربه نفسانیم دست یافتم. در مرتبه نفسانی دست یافته بودم و نمی دانستم به آنچه آن موضوع دکترای من بود و تجربه نفسانی من مرا واداشت بروم جستجو کنم، فهمم از آن تجربه هم که جذبه نام داشت به طرف چه چیز می رود و نفس و عالم مثال، عالم واسط، عالم مثال را نمی شناختم. ختم آن صفحه از کتاب یونگ را می آورم. در دنیای ساده او روح هر انسان همواره همراه درونی اوست که آن را دوست من یا میسا پیو انسان بزرگ می نامد. میسا پیو در قلب انسان جای دارد، هرگز نمی میرد و تنها در لحظه مرگ انسان یا کمی پیشتر از آن از وی جدا می شود و در جسم انسان دیگری حلول می کند. آن گروه از ناسکاپی هایی که به خوابهای خود توجه می کنند و می کوشند به مفهوم و حقیقت آن دست یابند، می توانند رابطه تنگاتنگی با انسان بزرگ برقرار کنند و انسان بزرگ هم سخاوتمندانه برای آنها خوابهای بیشتر و روشنتری می فرستند. به همین سبب
وظیفه اصلی هر فرد ناسکاپی پیروی از دستوراتی است که خوابهایش به وی می‌دهند و او مدام به محتوای آنها شکل هنرمندانه می‌دهد. دروغ و عدم صداقت انسان بزرگ را از قلمروی درونی دور می‌کند، در حالی که عشق به هم نوع و حیوانات موجب جلب انسان بزرگ به زندگی وی می‌شود. ختم گذر. زندگی روزمره یک خواب است. همچنین به نوشته ابن عربی و در کتاب واقع‌انگاری رنگ‌ها و علم میزان به نوشته هانری کوربن آمده است. انسان بزرگ، این مرکز درونی که در کتابی از کتاب‌هایم نوشته بودم، فکر می‌کنم به مرکز نزدیک می‌شوم، چون در مرکز سایه وجود ندارد و قبل از آن بار در صفحه نوشته شده است در اوان سال 2020 شهودی بدنی و تصویری داشتم که شعاع دایره شدم و وصل شدم به مرکز. مثل با اوست که موجب شد بعد از گذر نزد متخصص روان و اعصاب و نه قبلش به دیدار معاون دادستان بروم. قبلش به دیدار عام رفتم و در جلسه بود. نمیدانستم برای رفع دلواپسی خود جمله آن پزشکم است از من نوار مغزی میگیرد در دیدار دوم. نوار مغزی را همراه خواهم داشت، بل در بیان وضعیت زندگی در این مجتمع آن دلواپسی آن پزشک آن نوار گرفتن را خواهم گفت به معاون دادستان. از طرف دیگر میخواستم لب دوزی های شالها را به خیاطی در محله بدهم و با دوختن حاشیه دستمال گردن ها با خودم گفتم لب دوزی آنها را خودم انجام خواهم داد. میخواستم گلدان بلند و ساده 28 سانتی برای آبیختن در آن داشته باشم و سرامیک خریداری شده نزد گلخانه پارک شهر به حد سوراخ می داشت، چون برای کاشت گیاه به فروش می رسن و مهم نبود طور دیگری گیاه هم را پوشانده آن گلدان. دیروز در روی کاغذی نوشتم گلدان بلور آن اتفاق خریداری شود و یک بلور همانطور دارم که 2 سال پیش یا بیشتر بایستی خریده باشم و از همین شهر و گل پارچه‌ای در آن گذارده شده بود. به دلیل شیشه باریک و بلند جا عسلی که 28 سانتی متر باشد منصرف شدم از خرید یک گلدان بلور بلند. در کتاب قبلی و شاید در همین یک دستبند درست کردنم نوشتم با مهرهایی که خریده بودم و از گردنبند چسب گردنم در میانه گردن قرار گرفتم با قسمت دیگر آن سنگهای صورتی و ریزترین رشته مروارید خریدار شده خرازی محبوبم. تمام این آفرینش ها و جا افتادن در جایگاه خودش در مورد هر چیز کار دوست من مصبا است. اما دوستی که نامش راستی است و یکی از دعاهای بعد از نماز من است و از عبستا آموختمش و دعای دیگر که دوست من در آن نیروهای نیکی و راستی نام دارد، صداقت. جهت اساسی است نزد مولانا و بحثده شده بودم از مرتبه اهمیتش نزد مولانا برای من، چون برای من اساسی ترین از صداقت. به افرادی که خانم های ایرانی از سن های مختلف بودن و شاید 8 نفر بودن در کل 4 سال پیش گفتم انسان صداقت داشته باشد می تواند دانشمند شود. صداقت است که انسان را به آفرینش هدایت می کند. تنها زن جوری دکتر آیمن از صداقت من نوشته است در صورت جلسه، از جمله این جمله اش: تمام آنچه نوشته اید از آن چه زیسته اید جدا نیست. ساعت 16 شده همین روز. شنبه هستیم 23 اسفند 99 و ساعت 14:42 دقیقه است. در حال بازدوزی چین توری روکش کاناپه بودم. به دلیل نشست و برخاست باز شده بود و باقیش در حال باز شدن. به اهمیت حرف شمس لنگرودی از طرفی، یعنی معنا دادن، معنا شدن سخنش به این طریق برایم واقف شدم به ناگهان، در حالی که قطعه نوازنده های ترک سومی از برگشت به خانه از بیرون در حال گوش کردن هستم بخشش از لپتاپم.
عود و فلوت و دیگر ابزارها که نمی‌شناسم نوا و نامشان را آن را ندا می‌دهند. اینکه ایران با فرانسه 500 سال فاصله داشته باشد در مدرن بودن و ایران فقط 50 سال است که مدرن شده است و دلیلش وجود افرادی نظیر ولتر است در فرانسه. جمله شمس لنگرودی در مصاحبه ای است که از طریق فیسبوک پیدا کردم. زحمات دکتر ابراهیم میساق، دکتر فاطمه فعال در فضای اینستاگرام را برایم حضور داد. دومی روانشناس بالینی و اولی روانشناس. افراد را به طرف خودشناسی سوق می‌دهند با پست‌ها و کامنت‌هایشان و درخواست کردن نظر خواننده‌های پست‌هایشان. سپس نکته دیگر در من حضور یافت و بایستی با آن شروع می‌کردم تا حضورش از بین نرود، چون حالا به یادم نیست. حیفی دارد. آیا گیاهانی که جوانه زنده اند، یکی شاخه هایش قرمز و برگ های ریز دارد و دیگری پیچ و خم دار مانند پانزای عظیم و جسه است و برگ های بسیار ریزی دارد، در حیات خانه هم در رشت کاشته خواهم شد. در حال راه رفتن برای انجام آنچه بایستی انجام می دادم با خودم گفتم نهال شبو بخرم. حالا می دانم نهال فروش کجاست. سپس در موبایلم در خانه در فایلی نوشتم که باشد برای 1401 به یاد بابا فکور و عزیز و خانم جون خریدن شبو. پدر بزرگ و مادر بزرگ طرف مادری و مادر بزرگی مادری طرف مادر. یکی از سه شاخه های گیاهی که گل زرد دارد و در این شهر زیاد است اینجا آنها حتی به صورت بسیار انبوه از دیوار خانه بیرون زده باشد را در گلدانی کاشته بودم دو هفته ای شاید می شود. یکی از آنها از دو جا برق در حال جوان زدن و بیرون زدن است. کمی بزرگ شود آن را در گلدان بسیار بزرگ که یاس سفید را در آن گذاشته هم خواهم کاشت. ساعت 16:53 دقیقه همین روز. نکته ای که فراموشش کردم این است. دو نقطه. چه تفاوت سالهای نوریست میان خلق لاکچری عموم و وجود جبران خلیل جبران. یک مشاور املاک رشت در شهریور امسال سرمایه را امرا می پرسد و پاسخ می دهم و با سوالش را تکرار می کند. پاسخ دادم که به او جواب دادم و می گوید چون ملک هم هست 2 میلیارد قیمت داره. بایستی می گذاشتم از سر جایش. پاسخ دادم دکتر هستم و فلان طول مدت در خارج از کشور زندگی کردم و اگر میخواستم میلیاردر شدم میلیاردر میشدم. و دیگری در لاهیجان و خودش از انزلی سرمایه را میپرسد و سپس میگوید این مقدار قیمت رهن املاک آنهاست و قیمت دهات از سرمایه هم. در جریان قیمت ها هستم با سایت دیوار و چندین سال است میدانستم قیمت رهن باشد آن قیمت به حد خانه لاکچریست. این پاسخ را به او ندادم و محله هایی را که دهات به حساب می آیند و خارج از لاهیجان هستند را می شناختم و آنها را نام برده بود. پس از چند دقیقه با او تماس مجدد گرفتم و گفتم قبول از خانه حیاتدار در دهات برایم پیدا کند، چون من 36 سال خارج از کشور زندگی کردم. بیان جبران خلیل جبران. خانه شما هرچند مزلل و مزین باشد روز شما را پنهان نمی دارد و خواهش شما را پناه نمی دهد. زیرا آنچه در وجود شما نامتناهیست در کاخ آسمان زندگی می کند که در و دروازهش مه صبحگاهیست و پنجره هایش سرف ها و سکوت های شب از پیامبر و دیوانه. و تمامی گذر به بیان جبران خلیل جبران را می آورد. از خیال خود کپری در بیابان بسازید پیش از آن که خانه‌ای در میان با روی شهر بنا کنید، زیرا همان گونه که شما پس این گاهان به خانه می آیید آن سرگشته تنها و دورافتاده هم که در شماست باز می آید. خانه هر کسی همان تن اوست، گیرم بزرگتر. کاش که می توانستم خانه های شما را در دست خود گرد بیاورم و آنها را مانند دانه در جنگل و چمنزار بیفشانم. حال ای مردمانه ارفالست،
به من بگویید، مگر در این خانه چه دارید؟ آن چیست که در پس درهای بسته نگاه می دارید؟ آیا صلح و صفایی دارید؟ آن انگیزش آرامی که قدرت شما را شکار کند؟ آیا خاطره هایی دارید؟ آن تاقهای درخشانی که قله های روح شما روح را به هم وصل سازد؟ آیا زیبایی دارید که دل را از ساخته های چوبی و سنگی به فراز کوه مقدس برد؟ به من بگویید، آیا اینها را در خانه خود دارید یا فقط آسایش دارید و شهوت آسایش؟ آن موذی نابکاری که به نام میهمان به خانه می آید و سپس میزبان و آنگاه خانه خدا می گردد. به راستی شهوت آسایش شور و شوق روح را می کشد و آنگاه با نیشخندی بر لب در پی جنازه به راه می افتد. ای شما، ای فرزندان آسمان، ای شما که در قرار بی قرارید، به دام میفتید و رام مشوید. خانه شما نباید لنگر باشد، باید دکل باشد. نباید قش آبگونه ای باشد که زخمی را بپوشاند. باید پلکی باشد که از چشمی نگهبانی کند. بالهایتان را جمع مکنید تا از میان در بگذرید. سرتان را خم مکنید تا به سقف نگیرد. نفستان را حبس مکنید تا مبادا دیوارها شکاف بردارند و فرو ریزند. در گورهایی که مردگان از برای زندگان ساختن زندگی مکنید. خانه شما هرچند مجلل و مزین باشد، راز شما را پنهان نمی دارد و خواهش شما را پناه نمی دهد. زیرا آنچه در وجود شما نامتناهیست در کاخ آسمان زندگی می کند که در و دروازهش مه صبحگاهیست و پنجره هایش سرها و سکوت های شب.